اما بریم سراغ کاربرد قوانین احتمال در حل بعضی از مسئله ها. من توی فیلم قبلی فقط فرمولی با قوانین احتمال برخورد کردم، فرمولا رو گفتیم، چند تا مثال هم حل کردیم. اما بعضی موقع مسئله به صورت فارسی بیان میشه و ما خودمون باید مسئله رو A و B بگیریم و حل کنیم. زمانی که چند پیش آمد رو به من میده، پیش آمد A، پیش آمد B، پیش آمد C، من اینا رو میام با قوانین احتمال حل میکنم. مثال های این فیلم خوب نگاه کن، خوب اینا رو سعی کن که یادشون بگیری، مطمئن باش هر سوال دیگه بذارن جلوت همه حالت رو پوشش داده شده و تو میتونی اونو حلش کنی. بریم سراغ مثال اول. احتمال آمدن باران به نیامدن باران 2/3 است. احتمال آمدن باران کدام است؟ 2/3، 3/5، 2/5، 1/3. میگه احتمالی که بارون بیاد به احتمالی که بارون نیاد برابر 2/3. من اینا رو A و B میگیرم. ببین، من پیش آمد باریدن بارون رو یا پیش آمد آمدن باران A میگیرم. پس اگر بارون بیاد A، بارون نیاد میشه متممش، یعنی A'. حالا سوال گفته نسبت احتمال هاش، یعنی احتمال A به احتمال A' 2/3. این فرض سواله. من میخوام سوالمو حل کنم، داده های مسئله رو مینویسم. داده های مسئله اینه، اینه یه طرف این وسط این کنیم، طرف این وسط این که بکنم 3 تا پی آ میشه 2 تا پی A'، پی A' میشه 3/2 آ. دیگه خود طرف این وسط میکنی به راحتی به دست میاد. حالا با توجه به نکته هایی که تو قوانین احتمال بهت گفتم، کدوم یکی از اون نکته در مورد A' و A بود؟ باز تاکید میکنم قوانین احتمال 3 نکته بسیار مهم داشت: احتمال اجتماع، احتمال تفاضل و احتمال متمم. احتمال A' رو بهت گفتم. بهت گفته بودم پی A' به علاوه پی A همیشه برابر 1. اینو بهت گفته بودم. خب این اون قانونی که اینجا میخوام استفاده کنم. حالا به جای پی A' 3/2 پی A میذارم، جمع اینا میشه 5/2 پی A. 5/2 پی A 1، پس پی A بوده 2/5. یعنی چی؟ یعنی احتمال این که بارون بیاد تو این سال برابر با چقدر شد؟ 2/5. چون آ رو چی گرفته بودم؟ احتمال باریدن باران، که سوالم دقیقاً همینو از من خواسته بود. یکی دیگه حل کنیم. احتمال این که رضا در کنکور قبول شود 0.5، و احتمال این که در امتحان رانندگی قبول شود 0.7، و احتمال این که در هر دو امتحان قبول شود 0.3 میباشد. مطلوب از تعیین احتمال اون که الف حداقل در یکی قبول شود. خب تو این جور سوالا که چند احتمال مختلف رو به من میده، حتما A و B بگیر. من A رو چی میگیرم؟ قبول شدن در کنکور. B رو چی میگیرم؟ قبول شدن در امتحان رانندگی. حالا احتمال قبول شدن در کنکور 0.5، یعنی پی A 0.5 احتمال با پی نشون میدن. احتمال قبول شدن در امتحان رانندگی 0.7، پس پی B 0.7. من اینا رو با A و B نشون میدم. بچه ها دقت کنین، هر وقت چند احتمال تو صورت سوال به تو داده شد یا چند تا پیش آمد مختلف بیان شد، حتما اینا رو A و B بگیم. میگه احتمال این که در هر دو قبول شود، اینو بیان به صورت فارسی بگیم، یعنی کنکور قبول شود و رانندگی هم قبول شود. حالا این به صورت جبر مجموعه ها میگم، کنکور قبول شود و آ گرفتم و تو جبر مجموعه ها میشه اشتراک، بعد امتحان رانندگی قبول شود میشه چی؟ بی. پس احتمال آ اشتراک با بی رم داریم 0.3. حالا این سوال چی میخواد؟ میگه الف چقدر احتمال دارد حداقل در یکی قبول شود؟ میگه حداقل تو یکیشون قبول شه. کلمه حداقل یکی، برات میگردونم به فصل قبلی تو پیش آمد ها گفتم وقتی میگه حداقل یکی یعنی اجتماع، یاد اجتماع بیفت. پس سوال در واقع پی اجتماع با بی رو میخواد. پی اجتماع با بی، چرا؟ حداقل یکی یعنی چی؟ یعنی یا تو کنکور قبول شه یا تو رانندگی. کلمه یا تو جبر مجموعه میشه اجتماع. احتمال اجتماع هم که تو فیلم قبلی گفتیم، احتمال اولی به علاوه احتمال دومی منهای احتمال اشتراکشون. خب احتمال اولی 0.5 یعنی پی A، احتمال دومی که بیه 0.7، احتمال اشتراکم 0.3، که حاصلش حساب کنیم 0.9. پس ببین اینا همون قوانین احتمال هم به صورت فارسی بیان شده. قسمت B رو ببینیم چی میگه. فقط در امتحان رانندگی قبول شود. میگه فقط توی رانندگی قبول شه. ما کنکور رو گرفتیم A، رانندگی رو گرفتیم B. اول ببین جمله رو معنی کنیم. فصل قبل باز تاکید میکنم در مورد اینا خیلی صحبت کردم. فقط رانندگی قبول شه یعنی رانندگی قبول بشه و کنکور قبول نشه. خب این معنیشه. خب رانندگی قبول شه یعنی B،
و یعنی اشتراک، اگه بخوام به صورت جبر مجموعه بنویسم، کنکور قبول نشه یعنی آپریم. پس این پی بی اشتراک آپریم رو میخواد. بی یعنی قبول شدن در رانندگی و قبول نشدن در کنکور چون آپریمه. به تو یاد دادم وقتی اشتراک داشتی و یه دونه پریم داشتی اشتراک رو بکن منها بعدی پریمش رو بردار. حالا احتمال تفاضلم دوباره به تو یاد دادم میشه احتمال اولی منهای احتمال اشتراکشون، که احتمال بی هفته هم احتمال اشتراک سه ده هم حاصل به دست میاد چهار ده هم. بریم بعدی. میگه هیچ یک را قبول نشود. خب حالا میگه احتمالی که هیچ کدوم را قبول نشه، بریم اینو بررسی کنیم، اینو به صورت فارسی بیان کنیم. هیچ یک را قبول نشود یعنی رانندگی قبول نشود و کنکورم قبول نشود. اینجا نمیشم رانندگی قبول نشود و کنکور قبول نشود. حالا اینو به صورت جبر مجموعه ها می نویسمش. بچه ها کنکور قبول نشود یعنی آپریم و یعنی اشتراک، رانندگی قبول نشود یعنی بپریم. پس این احتمال آپریم اشتراکی بپریم بخواد. باز به تو یاد دادم وقتی دو پریم داشتی توی فیلم قبلی حتما از یک پریم فاکتور بگیر. وقتی فاکتورم میگیری علامتت برمیگرده میشه پی آشتما بابی پریم. دوباره به تو یاد دادم پی آ پریم میشه یک منهای پی آ، پی ب پریم میشه یک منهای پی بی، پی س پریم میشه یک منهای پی سی. پس پی آشتما بی پریم میشه یک منهای پی آشتما بابی. حالا پی آشتما بابی هم فرمولش رو بهت گفتم، تا اونجایی که میشه باید اینا رو ساده کنی. میشه احتمال اولی به علاوه احتمال دومی منهای اشتراکشون. دقت کن که این پرانتزه رو حتما باید بذاری، این پرانتزه حتما باید باشه. چرا؟ چون خیلی بچه اینو نمیذارن، منها فقط برای اولی حساب شه، در صورتی که این منهایی که اینجاست برای هر سه تاست. حالا عددا رو جایگذاری میکنم، پی آ نیم، پی بی هفته هم، پی اشتراک با بی هم سه ده هم. که یه ساده سازی بکنی پنج ده هم هفته هم میشه یک و دو ده هم، سه ده هم ازش کم بشه میشه نه ده هم، یک منهای نه ده هم میشه چند؟ یک ده هم. سوال بعدی رو ببین. احتمال اینکه در خانه آیدا رادیو باشد نه ده هم، احتمال اینکه هم رادیو و هم تلویزیون باشد چهار ده هم، و احتمال اینکه حداقل یکی از دو وسیله رادیو و تلویزیون باشد 98 صدم است. احتمال آن که در خانه آیدا فقط تلویزیون باشد چقدر است؟ ببین دوباره چند پیش آمده مختلف رو اینجا آمده احتمالهاشو داده، پیش آمده رادیو و پیش آمده بودن تلویزیون در خانه شخصی به نام آیدا. حالا من اینا رو میام A و B میگیرم. یعنی چی؟ داشتن رادیو در خونه رو پیش آمدش رو میگیرم A و داشتن تلویزیون رو میگیرم B. حالا سوال چی گفته؟ بخونم. احتمال این که در خانه آیدا رادیو باشد نه دهم. خب من پیش آمد وجود رادیو رو A گرفتم، احتمالش داده نه دهم، یعنی پی آ نه دهمه. بعد اومده گفته احتمال این که هم رادیو و هم تلویزیون باشه. خب اینو بخوام به صورت جبر مجموعه بنویسم، میگه رادیو باشد و تلویزیون باشد، رادیو آ، تلویزیون بی و اشتراک. پس احتمال اشتراکش رو داده 14. حالا میگه احتمال این که حداقل یکی از دو وسیله رادیو و تلویزیون باشد 98. بچه ها میگه حداقل یکیش باشه. کلمه حداقل یکی یعنی آشتما بابی، قبلا صحبت کردیم. پس احتمال آشتما بابی هم داده 98. اما چی میخواد؟ احتمال این که فقط تلویزیون باشد، فقط تلویزیون یعنی تلویزیون باشد و رادیو نباشد. یعنی تلویزیون باشد یعنی بی و یعنی اشتراک، رادیو نباشد یعنی آپریم، یعنی احتمال بی اشتراک آپریم رو میخواد. پس من داده های مسئله رو نوشتم. خب این هم که خود سوال گفته فقط تلویزیون باشه. نحوه برخورد با این سبک سوالا رو به تو یاد دادم. به مفروضات مسئله نگاه میکنی، هر کدومه که فرمولشو بلد بودی مینویسی. خب من در مورد آ که فرمول نگفتم، در مورد اشتراک هم فرمول نگفتیم، اما در مورد اجتماع فرمول گفته بودیم که احتمال آ اجتماع با بی میشه احتمال آ به علاوه احتمال بی منهای اشتراکشون. حالا جایگذاری میکنم، به جای احتمال اجتماع 98، به جای احتمال آ 9، به جای احتمال بی نداریم، به جای احتمال اشتراک 14. اینو که حل بکنم احتمال بی به دست میاد 48. اما خواسته سوال احتمال داشتن تلویزیون نیست، چون بی رو داشتن تلویزیون گرفتیم. خواسته سوال گفته فقط تلویزیون باشه احتمالش چقدره. فقط تلویزیون باشه یعنی تلویزیون باشد و رادیو نباشد. به صورت جبر مجموعه بخوام ببینیم، تلویزیون بودنش بی بود و اشتراک، رادیو نباشد یعنی آپریم.
بهت یاد دادم اگه یه دونه پریم داشتی و پشتش اشتراک بود، اشتراک رو بکن، منها بعدی پریمش میپره. پی بی منهای آم میشه پی بی منهای پی اشتراکشون. پی بی رو از اینجا به دست آوردم 48، پی اشتراک هم داریم 14، حاصل به دست میاد 800. سوال بعدی، فرض کنید 20% مردم یک شهر روزنامه الف، 25% روزنامه ب، 13% روزنامه پ، 10% روزنامه الف و ب، 8% روزنامه الف و پ، 5% روزنامه ب و پ و بالاخره 4% هر سه روزنامه را میخوانند. احتمال اینکه شخصی به تصادف از اهالی این شهر انتخاب شود که هیچ یک از این دو روزنامه را نخوانده باشد چقدر است؟ خوب گوش کنید. این یکی از تمرین کتاب درسیتونه. میگه یه شخص یه شهری بوده، مردمش چه روزنامه میخونن؟ الف ب پ، دوتا دوتا و هر ستا رو داده. میگه یه نفر از این شهر انتخاب میکنیم، چقدر احتمال داره هیچ کدوم از این روزنامه ها رو نخونه؟ هیچ کدوم از این روزنامه ها رو نخونه. چون چند پیش آمده مختلفه، من A و B و C نامگذاری میکنم، احتمال ها رو مینویسم. نگاه کن، من روزنامه الف و A میگیرم، روزنامه B رو B میگیرم، روزنامه P رو C میگیرم. حالا میگه 20% روزنامه الف میخونن، یعنی اگه من یه شخصی از این شهر انتخاب کنم احتمال اینکه روزنامه الف بخونه 20%، یا اگه سادش کنم 0.2. پس احتمال آ 0.2، به همین ترتیب احتمال بی 25%، احتمال سی 13%. حالا میگه روزنامه الف و ب و اشتراک الف و ب هم که ای و بی گرفته بودن، پس احتمال اشتراکشون رو داده 10% یا 0.1، احتمال آ اشتراک سی رو داده 0.08 یا 0.08، احتمال اشتراک بی و سی رو داده 0.05 یا 0.05، و احتمالی که هر ستا رو بخونی یعنی آ اشتراک بی اشتراک سی رو داده 0.04 یا 0.04. اینا داده های مسئله است. اما چی میخواد؟ میگه فردی را به تصادف انتخاب میکنیم، احتمال این که هیچ یک از این روزنامه ها را نخوانده باشد، یعنی احتمالی که هیچ روزنامه ای را نخونده باشد. خب یعنی روزنامه آ خونده نشه، روزنامه بی خونده نشه و روزنامه سی هم خونده نشه، یعنی آ خونده نشه آ پریم و یعنی اشتراک، بی خونده نشه یعنی ب پریم و یعنی اشتراک، و سی خونده نشه یعنی سه پریم. پس سوال اینو از من میخواد. بهت گفتم وقتی که چند تا پریم داری سریع از یه پریم فاکتور بگیری. من از یه پریم اینا فاکتور بگیرم، علامت ها همه برمیگرده. دیگه بارها صحبت کردیم که احتمال آ اجتماع بی اجتماع سی پریم، یعنی وقتی یه چیزی کلش پریم داشت میگم یک منهای پریمو برمیدارم. اما سوال اینجاست اجتماع ستایی رو چه شکلی حاصلش حساب کنم؟ جز قوانین احتمال بد نگفتم، چون یکی از تمرین کتاب درسی باید بلد باشیم. احتمال اجتماع ستایی اینجوریه فرمولش. من برای آ اجتماع بابی گفتم احتمال اولی به علاوه احتمال دومی منهای احتمال اشتراکش. اما برای ستایی این فرمولشه، میای میگه احتمال اولی به علاوه احتمال دومی به علاوه احتمال سومی منهای حالا دوتا دوتا، احتمال آ اشتراک بابی، احتمال آ اشتراک باسی، احتمال بی اشتراک سی به علاوه اشتراک ستاشون. بچه ها فرمول اجتماع ستایی رو باید بلد بشین، چون تو کتاب درسیتون این تمرین اومده. اجتماع ستا میشه احتمال اولی به علاوه احتمال دومی به علاوه احتمال سومی منهای حالا دوتا دوتا، آ اشتراک بابی، آ اشتراک سی، بی اشتراک سی، احتمالاشون به علاوه اشتراک ستاشون. خب دیگه عددا رو داریم، فقط یه جایگذاری دیگه، هر همه عددا هم که خود سوال بمون داده یه جایگذاری بکنیم، حاصل به دست میاد 61. نکته ای که بعد اینجا بلد میبودین فقط همین بود که احتمال اجتماع ستایی فرمول شیرت این سوالو حل کردم که این نکته رو به تو یاد بدم.